مسئولان ریاست صنعت و تجارت ولایت کندز میگویند که حکومت تلاش دارد تا در آینده نزدیک پارک های صنعتی را در دشت آبدان این ولایت برای کارخانه‌داران ایجاد نماید. غلام علی ایدی زاده رئیس صنعت و تجارت ولایت کندز میگوید که برای پارک های صنعتی زمین در حکومت گذشته تعیین شده بود، اما نظر به مشکلاتی که وجود داشت نتوانستند در آن زمان زمین را میان کارخانه‌داران توزیع نمایند. با وزارت محترم صنعت و تجارت هم آهنگ هستیم. همیشه وزارت در تلاشی بوده که در کندز باید پارک صنعتی ایجاد گردد و ما پیشنهادات خود کردیم. ما کوشش خود داریم که هر چیز زودتر ما زمین به دسترس داریم، پارک صنعتی باید ایجاد شود. در همین حال کارخانه داران و صنعتکاران در ولایت کندز از بلند بودن مالیات و پول صرفی برق نگرانی دارند و میگویند که اگر به مشکلات شرکت های تولیدی و صنعتکاران در این ولایت توجه صورت نگیرد، ناگزیر آنان شرکت های تولیدی شان را به دلیل همین مشکلات بسته کنند. ډېر به بازار خلکو ته دیو ته موږ کومک کوو، ولې د موږ دولت د موسساتو دیو نه موږ همکاري بخش وسایل مواد و ځای کې موږ سره همکاري وکړي. پلان نه ما از مالیه خو شکایت درک کړي، پلان نه مالیه حکومت یک سره توجه کنه، د مو شرکتات د مقدمو بمبرګ یک توجه کنه برای کې روش پیدا کنه. مسئولان ریاست صنعت و تجارت ولایت کندز نیز تایید میکند که بلند بودن مالیات و پول صرفی برق شرکت ها و کارخانه های تولیدی را با مشکلات مواجه ساخته است، که در حال حاضر مشکل بلند بودن صرفی برق تقریبا حل شده است. کسی که جواز قانونی به دست داشته باشه، ما مکتوب میتیم در این قسمت شرکت برشنا امرای ما همکاری اما جانبه کرده و میکنه و در قسمت تخفیف صرفی برقشان تخفیف میده. با گفته مسئولان در حال حاضر در کندز 65 شرکت تولیدی در بخش‌های مختلف فعالیت دارند.